سال 79 وقتی که به آمریکا آمدم، به کالج لس آنجلس رفتم، LACC، لس آنجلس سیتی کالج. در اونجا با شخصیتی آشنا شدم که شد یار همکلاسی من و یک دوستی بسیار بسیار ریشه‌ای با هم پیدا کردیم. و یک روز در سر کلاس، معلم رئیسیس ما، ردنک ما، به عبارتی به جامعه ایرانی و به ملت ایران توهین کرد و در اون کلاس من و این یارم کلاسی اعتراض کردیم. یارم کلاسی من بلند شد و با انگلیسی خوبی هم که هنوز نیومده بود به آمریکا و نمیدونم به چه صورتی انگلیسی خیلی خوبی داشت، شروع کرد دفاع کردن از ملت ایران، از رسم و سنت و فرهنگ ایرانی و از من خواست که جوابی بدم. من هم به احترام او بلند شدم، به احترام مملکتم، به احترام مردمم، به احترام ایران، و من هم سخن گفتم و به او گفتم حاضری که کلاس رو ترک کنیم. او هم حاضر شد و هر دو کلاسمون رو ترک کردیم و هیچ وقت به اون کلاس بر نگشتیم، اگرچه نمره بدی هم گرفتیم، اما اونجا عرق ایرانی بود. از اونجا با این یار همکلاسی رفاقتی دیرینه‌ای پیدا کردیم و نمیدونستیم که عجبا یک روز او به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک نویسنده خوب در جامعه هنری، چه در جامعه ایرانی و چه در آمریکایی، خوب بدرخشه و من هم در کار وسایل ارتباط جمعی ذره‌ای باشم و قطره‌ای باشم از دریا و در چنین روزی روبروی هم بنشینیم و با هم به گفتگوی قربت نشینی خودمون ادامه بدیم. میخوام ازش شکایت کنم. آقای آقایی کشیگیری که بلند شلوغش کردی، واسه خودتو شامپای باز کردی. با این برنامه ها جون همه به من میگن به برنامه آقای هولاکویی گوش کن، رابطه زناشویی با سید مصطفی قوی تر میشه. ولی قوی تر که نشده، هیچی خبر من نشون، یه ذره هست و خورماشم از کار افتاده. شما با این برنامه ها چون اختلاف داری میدازی؟ من با شما اختلاف دارم، شما با اینکه دیگه تو لحاف میری ولی با من اختلاف داری. اونم اون بیچاره چه کنه؟ یه از اون لحاف هایی که همه آرزوشون ها، ولی خب به شما حسادت میکنه. آخه داستان اینی که هر مردی در ارتباط با شما ممکنه از کار بیفته. قربونه اینا رو میگه، برای همین سید مصطفی هم حسادت میکنه، میگه به برنامه های آقا هلاکویی گوش نده، صداشو تو رادیو زیادی سکسی میکنه. میگه هر وقت این حرف میزنه ایشون صحبت میکنن تو داغ میکنی به ایشون آقامن. خب راست میگه. حالا از یه طرف شوهرم میگه من از کار افتادم، ولی یه طرف میره خانه سالمندان کلاس میزن آقای دو. خب اونجا حتما برش جالبتر و جاسبتر. خب راست میگه شوهرم، شما با این صداتون واقعا هر وقت من گوش میکنم گرم و زده میشم. هر وقت پای رادیو میشینم پنجره رو باز میکنم، هر دو بیام یه دفعه پنجره رو باز کردم دم یه زهرا خانم حسنه رو روبروی مو تو آپارتمان، اونم داره پنجره شو باز میکنم. بله، این یار همکلاسی من، یار و رفیق و دوست قدیمی من، علی پورداش هست که توانست در قدرت بازیگری سینما و تئاتر و تلویزیون این چنین بدرخشه و امروز یک هنرمند معروف و محبوبی در جامعه ایرانی و آمریکایی باشه. علی جان خوش اومدی. سلام نادر جان. انگار باورت میشه 40 سال پیش بود که من شما تو دانشگاه آشنا شدیم.
جوون جوون 40 سال پیش، یعنی 79، الان 2019. بله این چنین گذشت. آره ولی هر روز ماشاءالله شما که داماد فرقی نکرد. نه شما که داماد شدی و داماد شدم. درست. دامادی هنوز. چرا که نه؟ درسته و خیلی هم راضی. چرا که نه؟ چرا که نه واقعا. خب مرسی که اومدی عروسیم. مرسی که اومدی اینجا. مرسی که این رفاقت رو حفظ کردی همچنان. و من میدونم، اینو میدونم، من تو این 40 ساله تو هیچ جا نیدم با اون صورت زیبایی که تو عروسی من رقصیدی. باور بکن من نیدم هیچ جا. برای همین بهت گفتم که خیلی خوب رقصی تو عروسیم. بگش گودی علی من تو رو نرقصیدم، برای تو رقصیدم بودم. دمت گرم. رقص کردم ولی رقص فردینی نشد. نه فردینی نبود. آره نه خیلی باحال. عالی. ولی یادت نره که ما در طول این 40 سال که اومدیم اینجا از برادر و خواهر و عمه و خاله و دایی و عمو و کازنامو دور شدیم. بله. ولی در طول این چند سال ما جایگزین کردیم. یکی شد عمو، یکی شد خاله، یکی شد عمه، یکی شد رفیق، یکی شد کازن، یکی شد برادر. دقیقا همیشه گفتم تو این مدتی که ما تو لس آنجلس بودیم، به خصوص لس آنجلس ما داریم صحبتشو میکنیم دیگه، تو این گروه های هنری که هستیم، چه تلویزیون چه تئاتر سینما، ما خونواده شدیم. حالا بعض وقت با این خونواده کنار میاییم، بعض وقت قهر میکنیم، آشتی میکنیم. یعنی هر کس که مثلا میگم و نادر جون، هر کس که مثلا بگه که شاینم نادر با فلانی قهر کرده، میگم ما هفته دیگه آشتی میکنم. یعنی اصلا یه چیز عادیه. خیلی جالبه. دقیقا همینه. ما همه شدیم یک فامیل و در قدیم هم در ایران هم که بودیم فامیلا با هم قرار آشتی داشتن دیگه. این به خاطر علاقه زیاده و توقع زیاد. توقع زیاد و علاقه زیاد و حساسیت زیاد. ببینید وقتی شما یه نفر رو دوست دارید، حالا به عنوان یک دوست دوستش داری، وقتی که حس میکنه یه چیز نگاتیو راجبت گفته بیشتر اذیت میشه تو یه غریبه بگه. دقیقا. یه غریبه میگه، ولی اونو چون دوستش داری و این چیز نگاتیو گفته، خب حالت خراب میشه، قهر میکنی. شما رو نمیگم، یعنی هم الان من میدونم تو اون عروسیم، عروسی سرجان و من، خب ما تا اونجایی که تونستیم تمام دوستا رو دعوت کردیم و اینم میدونستیم که خیلی از این دوستا نمیخوان پیش هم بشینن و... ولی اون شب نادر یه چیز اصلا انقدر این بچه ها با هم کنار اومدن، انقدر زیبا با هم کنار اومدن، انقدر زیبا با هم بلند شدن، خوندن، رقصیدن، هممون کیف کرده بودیم. دقیقا. حالا ممکنه فردا باز دوباره شروع کنن اختلافات، ولی اون شب خیلی با هم خوب بودن. خب من میخوام که علی پورتاش رو ببرم به دوران بچگی. علی پورتاش در کجا به دنیا اومد، کجا بزرگ شد، کجا تحصیل کرد و چی شد به آمریکا اومد؟ جنوب شهر تهران یه جایی هست به اسم میدون گمرک، اگر میشناسین کجاست. بله. که به اصطلاح تای خیابون پهلوی، از شمرون شما بریم پایین آخرین نقطهش دیگه میشه راه آهن و میدون گمرک، اونجور جاها جنوب شهر تهران. من الان اسمشو مثل که عوض کردم، ولی یه خیابونی بود به اسم خیابون شیر و خورشید، بعد یه خیابون چهارراه عباسی بود، یه خیابون ربات کریم فرعی بود. من تو کوچه طباطبایی توی خیابون ربات کریم که 80% ترک بودن به دنیا اومدم، توی خانواده کارگری. پدر من کارگر یه کارخونه بلورسازی بود. ما توی خونه قمر خانومی زندگی میکردیم که بعدا من خونه رو برای پدر مادرم اینا خریدم. اونجا بزرگ شدم. 5 نفر بودیم توی اتاق زندگی میکردم. اون اتاق ما همه چیه ما بود. برای همین ولی پر از عشق بود، یعنی همه واقعا همدیگر دوست داشته باشیم. این خانواده من بود. پدرم مال بادکوبه شوروی بود، مهاجر بود، فارسی صحبت نمیکرد، فقط ترکی صحبت میکرد. ما هم تو خونه ترکی صحبت میکردیم. مادرم اردبیل به دنیا آمده بود ولی تهران بزرگ شده بود، ولی پدر مادرش مال باز مهاجر بودن. اینه که با مادر اونا هم مهاجر از روسیه اومدن. اینه که ماها مهاجر بودیم. فامیلی پدرم ابیشوف بود، ولی وقتی که فرار کرد با برادرش از اونجا بیاد ایران،
انداختنشون زندون به خاطر غیرقانونی بودن. یک سال که تو آستارا، زندون آستارا بود، فامیلیشو از ابیشوف عوض کردن، گذاشتن پور اقامت، که انقدر دست خط فلانی بد بود که برادرم شد پور اتاد، خواهرم شد پور آقات، از این حرفا. یعنی منم شدم پور اقامت، ولی من از این اقامت خوشم نمیومد، از پور خوشم میومد. اومدم امریکا عوض کردم، گذاشتم میدل نیم به خودم دادم، ابیشوفو گذاشتم که مال پدرم بود، که بهشم زنگ زدم پای تلفن گریه کرد، اصلا باورش نمیشد که من یه همچی کاری بکنم. گفتم اسم قدیم تو گذاشتم رو خودم، ابیشوف. گریه کرد، کیف کرد. بعد اون پورو نگه داشتم، تاش بغلش گذاشتم، 40 سال پیش گذاشتم پور تاش، که تاش هم معمولا کسایی که ترک هستن، تاشا ترکن، مهرتاش، تیمورتاش، ما شدیم علی ابیشوف پورتاش. این اونجا به دنیا آمدم. یه معجزه پیش اومد نادر جون، برای یه بچه‌ای که داره تو کوچه فوتبال بازی میکنه و بچه‌ها دارن تیره بازی میکنن و شلیخت میرن، و یه کتابخونه باز شد. یعنی معجزه برای کسایی که ندارن، برای کسایی که ما نداشتیم. حالا اینو با عشق میگم، برای اینکه اگر اون کتابخونه باز نمیشد، من نمیدونم اینجا نشسته بودم باهات صحبت کنم. اون کتابخونه باز شد، کتابخونه پرورش فکر کودکان شماره 2. خب ما بچه‌ها کجا میرفتیم؟ جایی نداشتیم، رفتیم اونجا. من 11 سالم بود، رفتم اونجا، اسممو نوشتم، میرفتم کتاب کرایه میکردم، میرفتم خونه میخوندم، یک کتاب میخوندم، یک کتاب خونه، یعنی میخوندم. آیا تا دلت میخواد این کتاب رو من میخوندم و دیگه کوچه نمیرفتم. تا اینکه تو همونجا من اینقدر شلوغ بودم تو کتابخونه، این کتابدارا گفتن خب این بچه‌ها رو جمع کن تئاتر کار کن. منم مثلا 13 سالم بود، 14 سالم بود، شروع کردم کارهای تئاتری با بچه‌ها. از طرف کانون پرورش فکری کودکان اردوان مفید رو فرستادن بره کتابخونه، بچهای با استعداد و اونا که تشویق کنن بیان کار. اردوان اومد و من چند سالت بود؟ 14 سالم. اردوان مفید اومد و من رو اوورد توی کانون پرورش فکری کودکان، و ارسلان ساسانی اومد اونجا درس سینما بده تو کانون. من فیلم درست کردم، فیلمم جایزه گرفت، شهبانو جایزه رو به من داد تو 15 سالگی. از 14 سالگی با اردوان کار کردم تو تئاتر. اردوان با گروهش ما رو برداشت برد دور ایران. ما 3 بار جشن هنر شیراز رفتیم، دور ایران رفتیم، بندرعباس، از جنوب بندرعباس، میاندوآب، از اون طرف، از شمال تبریز، آستارا، خیلی جاها رفتیم، خیلی جاها، و برنامه رو اجرا کردیم، چون یه موبیل تئاتر بزرگ داشتیم. همه اینا باعث و بانش هم واقعا شعبانو فره بود که این کتاب خونه شروع کرد. و خانم لیلی همر همه ارجمندم هم رئیسشون بود، که من برای همیشه مخلصشون هم هستم به خاطر اون کتاب خونه. چون اون بود، اون کتاب خونه نبود، بچه های کارگر تو محله چی کار میکرد؟ من 2 تا فیلم درست کردم، جایزه گرفتم از شهردار هیروشیما، از تل‌آویو اسرائیل، و جایزه هلسینکی فنلاند، که به خاطرش 2 بار پیش شعبان رفتم، 3 بارم به خاطر بازیایی که میکردیم، شاپرک خانوم، تروب. عکسش هم اتفاقا آوردم، اگه بذارن خوبه. بعد دانلافا منو تو 16 سالگی استخدام کرد به عنوان بازیگر حرفه‌ای. آها، من اون موقع دوبله هم میرفتم، آقای فریدون دائمی که حتما باشون آشنایی دارین، آقای فریدون دائمی تو همین لس آنجلس هستن، و من 14-15 سالم بود که رفتم و منو امتحان کرد، قبول شدم و شدم دوبلور بچه، جای بچه ها صحبت میکردم. و اولین چکی که من گرفتم تو همون 15 سالگی، اون اولین چکی که من گرفتم 120 تومن بود که چیز به من داد، همین از طرف دوبله به من دادن، پدر در کوهستان، از طرف همین آقای دائمی، و آقای حسین سماکارم حسابدارش بود. و جالب اینجاست که نادر، نه بابای من، نه خانواده من حساب بانکی نداشتیم ما، و من نستم با این چک چیکار کنم. اینه که در به در گشتم تو این در همسایه کی حساب بانکی داره، اونا رفتم برای ما خورد کردم. خلاصه این بود زندگی من. بعد من یه فیلمی درست کردم، بعد دانلافا ما رو برد آلمان، ما اونجا فستیوال آلمان برنامه‌ریزی کردیم، ما رو برد استرالیا. تو 18 سالگی من تو استرالیا با
دانلافون، هنگامه مفید، خدا بیامرز کامبیز سرمی مفقم، شوهر هنگامه مفید که خواهر اردوان باشه، با رفتیم اونجا یه ماه و اونجا بازی کردیم. وقتی که برگشتم من یک دوستی داشتم که دیزاینر صحنه های ما بود به اسم ریچارد دیکسون، که اون به اصطلاح انگلیسی رو من و چند تا بچه های دیگه از اون یاد میگرفتیم. رفت انجمن ایران و آمریکا چیز گرفت، فیلم خام گرفت و گفتش که تو که بلدی بنویسی و فیلم ساختی اینا، بیا من فیلم خام میارم، دوربین میارم، تو بنویس. من یه فیلمی نوشتم کوتاه به اسم من و توپ و بچه ها 16 میلیمتری که اون موقع بعد از که تموم کردیم رفتیم دادیم به عباس کیارستمی. آقای کیارستمی برگشت، من اون موقع تو سپاهی بودم، با این دستی موویلا اینو ادیت میکردم، صحنه های فوتبال مثل که طولانی شده بود. آقای کیارستمی خدا بیامرز برگشت نگودن که این صحنه ها طولانیه، اینا کوتاه کنی فیلم قشنگی میشه و ما میخریمش، چون ما رو میشناختن، من دیده بودن، من بچه کانون بودم دیگه، میدونستن که خب جایزه گرفته بودم اینا. بعد خودشون اومدن میز خودشون رو مانتور خودشون دادن به من، یادن چیکار کنم، و من این صحنه های فوتبال کوتاه کردم و فیلم شد 6 دقیقه و خریدن 35,000 تومان اون موقع که شد 5,000 دلار که کمک کرد به اومدن من به امریکا، و با همون کمک ریچارد دیکسون که دیگه اومدم امریکا. تو امریکا هم که اومدیم فیلم سازی بخونیم با شما آشنا شدیم تو لاس آنجلس سیتی کالج. بعد از سیتی کالج من رفتم همینجور دکشم، ما اولین نمایش ایرانی ما اجرا کردیم با اردوان مفید، با رفیقا چطوریان به اسم سیابازی، بعد با منصور پورمند من نمایش محاکمه ایرج میرزا رو بازی کردم، با خانم پری صابری من از کجا عشق از کجا رو بازی کردم، با بیژن مفید خدا بیامرز جان نسار رو، و کارهای آمریکایی هم میکردم، برنامه‌های آمریکایی هم، تئاتر آمریکایی هم بازی میکردم. بعد از LACC که سینما خوندم رفتم انتیاک یونیورسیتی که تخصصشون تو روانشناسی بود و من 4 سال اونجا روانشناسی خوندم، لیسانس هم تو روانشناسی گرفتم. بعد از اون رفتم نشنال یونیورسیتی و فوق لیسانس هم تو رشته تعلیم و تربیت گرفتم که معلم شدم، و الانم دقیقاً 30 ساله که چند هفته پیشم به من جایزه خدمات سرویس 30 ساله به من دادن تو آموزش و پرورش لس آنجلس. الان 30 ساله که دقیقاً با لس آنجلس هستم و سال دیگه بازنشسته میشم، تموم میشه. بعد از نشنال یونیورسیتی که فوق لیسانس هم تو رشته تعلیم و تربیت گرفتم، دیگه بعدم بچه دار شدم اینا، یه خورده دیگه مرسه نرفتم، تا اینکه باز دوباره رفتم نورتریج و یه فوق لیسانس دیگه تو رشته سینما ماس کامیونیکیشن تو رشته فیلم تیوری گرفتم، و همش هم که دیگه خود میدونه دیگه، همش بازیگری. و با پرویز صیاد آشنا شدم، پرویز صیاد اومد عمو جان اومد نمایش چیزی ببینه. قبل از اینکه آقای صیاد صحبت کنیم یه پروموشن میبینیم و بعد میگرد. Quelqu'un de notre délégation a demandé pour moi. Non, monsieur. Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas dans vos champs? Oui, monsieur. Les clés sont là. Merci, monsieur. Quand j'arrive, vous avez beaucoup de chemin. مشکلی پیش آمده پدر جان؟ دارو لازم داریم؟ آیان همراهان ما کجا هستن؟ در اتاقاشون. پرسیدم، کلید اتاقاشون اینجاست. شاید رفتن گشتی در خیابانهای لاهه بزنن، سوغاتی چیزی بخرن. هنوز نرسیده سوغات بخرن؟ قراری که با ایشان نداشت. نه پسرم، خیالم نراحت هست. اتفاقی افتاده؟ میدانی که من این کیف محتوی اوراق اسنادی را که از تهران آوردم یک لحظه هم از خودم جدا نمی کردم. شب تا آن را زیر سرم نمی گذاشتم، خواب به چشمم نمی آمد. نمی دانم چطور دیروز تلسم شدم و کیف را با همه محتویات مهمش یک جا سپردم دست این آقای وکیل بلژیکی. پروفسور رولان. بله، پروفسور رولان بلژیکی. چه اشکالی داره پدر جان؟ پروفسور رولان برای تنظیم ادعانامه به اسناد شما احتیاج داشتن
ناچار بودن آنها را ببرم بروکسل روشون کار کنم. همین منطق مرا تلسم کرد پسر جان. چرا ملتفت نیستی شما؟ توی آن کیف تمام مدارک مربوط به تعدیات و مداخلات انگلیسی ها را گذاشته بودن. اگر آنها سراغ روران بروند و اسناد را بدزدند یا به او بگویند مصدق به تو 1500 لیره حق الوکاله داده، ما 100 برابر آن میدهیم در عوض مدارک را به ما واگذار کن، آن وقت ما چه کنیم؟ چه خاک به سرمان بکنیم؟ پدر جان خودتون رو ناراحت نکنید. پروفسور رولند یک شخصیت سرشناس سیاسی و حقوقی است. این افراد رو به آسونی این یه چیز راجع به این چیزی رولند از پرونده ما رو اسمش هست مصدق که رضا علامه زاده نوشته و کارگردانی کرده بود و سالها پیش زنگی به من زد از اروپا، هلند زندگی میکنه و گفت علی جو من یه نمایشی دارم به اسم مصدق و دوست دارم شما نقش دکتر غلام حسین مصدق رو بازی کنی. و جالبه برای اینکه خب خیلی منو به عنوان ننه سلیمه میشناسن ولی دوستان هنرمند منو به عنوان یه بازیگر میشناسن. اینه که مردم اونایی که وقت میگه علی پورتش میگن ننه سلیمه، در صورتی که افراد دیگه پرویز صیاد، بهروز وثوقی، رضا علامه‌زاده، بچهای دیگه اصلا ننه سلیمه رو نمی‌بینن. نادر رفیق پسر خوب زنگ زد و گفتش که من یه نمایشی دارم به اسم مصدق. خب آدم بسیار جدیه، هم از آدم اینتלקچوال بسیار جدیه و از اون چپیای قدیمی هم هستن دیگه و گورش هم به چپی بودن از قرار. زنگ زد گفت من دوست دارم تو بیای اروپا و ما 10 تا کشور بریم این نمایش اجرا کنیم، شما دکتر غلام حسین نقش خیلی خوبی و اینا، دوست دارم نقش چیز بازی کنیم، دکتر غلام حسین رو بازی کنی، دکتر غلام حسین مصدق. من گفتم شما خب اروپا هستین، بچه ها همه اروپا هستین، بچه ها همه از چپی های قدیمی هستین، من چپی نیستم. بعدش هم گفت اتفاقا برای همین دارم بهت زنگ میزنم، چون چپی نیستی، چون این دکتر غلام حسین مصدق آدم بسیار شریفی بود، من یه آدم، من یه بازیگر شریف میخوام بیاد بازم. اینه که باشتن رفتیم اروپا و 10 تا کشور رفتیم با رضا جان، بچه هم بچه های خیلی باحالی بودن. خب در طول فعالیت های هنری چند تا نمایشنامه بازی کردی تا حالا؟ نمیدونم، جدی میگم خیلی. اگه از ایران شروع کنیم، اولین اجرایی که من کردم جلوی ولیعهد بود، اولین اجرا حدود 14-15 سالم بود به اسم مکتب خانه که یه داستان جالبی داره، ولی حدود 2-3 سال از من کوچکتره و ما اینو تو نیاوران اجرا کردیم، کارگردانش اردوان مفید بود. خوشبختانه اسمایی که میبرم همه اینجا هن، اینه که کسی نمیتونه بگه داره چه خواهم بکنه تو شاره. از اون موقع تو الان حدودن چند تا نمایشنامه بازی کردی؟ نادر جان 10 تا 20 تا 30؟ نه خیلی نمیدونم. ببینید اونجا خب حدوداً 25 تا 30 تا نمایشنامه، چون آمریکایی هم خیلی بازی کردم. چند تا فیلم بازی کردی؟ فیلم کم بازی کردم، فیلم اینجا نمیدونم. فیلم ایرانی، فیلم ایرانی سرحد رو بازی کردم، 7-8-10 تا شاید کمتر بود. خب فیلم های آمریکایی چی؟ فیلم های آمریکایی خیلی نقشای کوچیک بازی کردم، خیلی اون قدیما. چرا ادامه ندادی؟ تو که بازیگر خوبی هست. ببینید من معلمم، من معلم بودم. شما وقتی معلم هستی باید شما رفتی در وزارت آموزش پرورش. آموزش پرورش معلم بودم و بیمه اول سال 30 ساله و بیمه خیلی خوبی داشتم. خانم سابق من ام اس داشت. خب من به خاطر بیمه قوی اونم شده بایستی میموندم. و اینی که اگه مثلا به من میگفتن اتفاقا ایجنت های من میگفتن که تو میری نقشه رو میگیری، چون میگرفتم، نقشه کوتاه بود، صحبتی بود، یه هفته‌ای بود میگرفتم، ولی برای گرفتن اون نقشه هی باید میرفتی و میومدی، میرفتی و میومدی، مدرسه نتونست تحمل کنه. مدرسه میگفت کجا داری میری، نمیتونه اینقدر آف برداری. و من باید تصمیم خودم میگرفتم که ول کنم و صبر کنم دوستای ایرانی یا اونایی که منو میشناسن به من نقش بدن، یا اصلا تمام بکنم بازنشسته بشم تو این سن و سال برم، مچورترم هستم برم یه کاری بکنم. که الان چی؟ الان کارو خواهی کرد؟ 100%. من اتفاقا میخواستم امسال بازنشسته بشم ولی اون حقوقی که میخواستم برای بازنشستگی بگیرم کم بود. سال دیگه بالا میره، حالا به نسبت اینا یه کلکولیشن های خودشون دارن، سال دیگه 100% میذارم دیگه بازنشسته میشم و 100% سراغش میرم دیگه 24% آزادم که برم. نقشایی که گرفتم به خاطر آشنایی بوده که میشناختن منو،
مثلا من یه فیلم بازی کردم با بهروز اصولی به اسم Veiled Threat که آمریکای ایرانی بود، سیروس نورسته کارگردانش بود، فارسی صحبت نمی‌کنه ولی آمریکایی. خب خیلی از بازی منم موقع خوشش اومده بود، همیشه یادش بودم. بعد که خواست سنگسار سرعی درست کنه زنگ زد گفت یه نقش ملا دارم خیلی باحاله، میخوام تو بازی کنی. اینجوری اون وقت من بازی میکردم چون میشناختن. پرویز سیادم که سرحد بهترین های تئاتر ما بازی کردی. دقیقاً با کدوم ها راحت تر بودی؟ با پرویز سیاد. پرویز چرا؟ ببینید پرویز صیاد یک بازیگر فوق‌العاده‌ای که نویسنده فوق‌العاده‌ای است و کارگردان فوق‌العاده‌ایه. بشناسته، اگر شما رو بشناسه، توانایی شما رو بدونه چیه، استعدادت رو بدونه چیه، حتی چیزی که می‌نویسه داره به شما فکر می‌کنه. من یادم میاد محاکمه سینما رکس نقش تکولیزاده رو داد به من. وقتی ما میخوندیم به ما نمیگفت کیو قراره بازی کنیم. من بودم وای این چه نقش خوبیه، میخوام اینو بازی کنم. بعد گفتم من اینو خیلی دوست دارم بازی کنم. گفتم اینقدر چیز نزن، چونه نزن، صبر کن نقشای دیگه هست. بعدن که شروع کردم بازی کردم که اصلا من تو رو در نظر تو فکرم بود وقتی سگ برای زادر، چون میدونستم که میتونی در بیاری و همین هم شد و واقعا به گفته تماشاگرایی که دیدن خب در آوردم. پرویز وقتی بشناستت مزاحمت نیست. یه کارگردانیه نمیشناسن، فقط میدونن که خوبی ولی هی میخوان تو دست بالت برن. من از اون کارگردان خوشم نمیاد. سیروس نورسته مثلا وقتی از بازی من تو Veiled Threat خوشش اومد دیگه سر ملای مزاحم من نشد، چون میدونست که من میرم و میشم اون ملای براش. مزاحم یعنی چیه؟ کارگردان حق اینو داره که نظر بده؟ نظر داره مهم نیست، هی میخواد ویژن خودش رو تحمیل کنه ولی بازیگر نیست. اگر اجازه بده شاید بازیگر یه کاری کنه اینو سورپرایزش کنه. شاید یه کارگردان میدیوکور فکر میکنه، مثلا یه چیزایی دیده، بازیگر که نیست، میگه من میخوام مثلا تو بیای تو از در و اینو بگی، تو میای تو از در و اینو میگی، میگه خالیه مرسی پس بگیریم. من میگم صبر کن، سینماست، بذار من از در بیام، بذار من اینو بگم ولی با برداشتی که من از این آدم دارم. اگر کارگردان خوب باشیم که باشه، نگاه میکنه بعد برمیگرد میگه واو اینشو نهیده بودیم، اینو میخوام. پس هر کسی یه شگرد کار خودشو داره. همونطور که من مزاحم کارگردان نمیشم، کارگردانم نباید مزاحم بازیگر بشه. باید اجازه بده کله ملقاشو بزنه، بعد کارگردان بگه ببین اونو خوشم اومد، اونو نگه دار، اون یکی رو به نظر من علیه خود زیادیه، اونو بردار، ولی اجازه باید بده ما کله ملقمون رو بزنیم، برداشتامون رو بکنیم. در فیلم های آمریکایی که بازی کردی خب با کارگردان مختلف بوده، در فیلم های ایرانی هم تقریبا با کارگردان مختلف. از نظر دیرکت کردن، کارگردانی کردن، چه تفاوت هایی میبینی؟ کارگردان آمریکایی مثل پرویز صیادن، یعنی وقتی دیدن شما میتونی از پس این قضیه بر بیای مزاحمت نمیشن دیگه، میفرستن ببین دیپارتمنت شماست. یه کارگردان ایرانی میخواد تحمیل کنه، میخواد تحمیل بکنه و هول میشه کارگردان اینه. بعضیاشون، همه رو نمیگم، بعضیاشون هول میشن، یه ایده ای دارن، میگن من میخوام ایده منو بیاری رو صحنه. حالا اگر ایدت نخوره به اون، نمیخوره، یه جورایی وصل نمیشه. من بازیگر بوده، من یه برداشتی از این سناریوت کردم، از این نقش کردم، آدم حرفه‌ای هستم، اجازه بده من برداشتم و برات بازی کنم تو تمرین. بعد بعضی از کارگردانای ایرانی یه چیزی رو دیدن میچسبن بهش، گیر میدن و ول نمیکنن. در طول این چند سال دادی با پرویز صیاد کسب کردی، این کاراکتر نن سلیمه از کجا اومد؟ کاراکتر ننه سلیمه خیلی جالبه. من یه نمایشی نوشتم و کارگردانی کردم، بازی کردیم 89 به اسم مسئله کوچک. حالا اون موقع تازه لیسانس هم گرفته بودم و خیلی تو خط این بودم که نقشه یه روانشناس رو بازی کنم. بعد سه شب گذاشتم، تو این سه شب خیلی اومدن از همکارا، یکیشون بهروز وثوقی بود که ما فیلم چیز رو بازی کرده بودیم سال قبلش، تهدید رو بازی کرده بودیم. منو بهروز جان
بعد به روز اومد نمایش شد، برگشت گفت تو که بلدی بنویسی، خب خوشش اومده بود، گفت تو که بلدی بنویسی، خب یه چیزی بنویس با هم کار کنیم. منو میگی بهروز وثوقی بوت سینمایی من، از من خواسته یه چیزی بنویسم با هم دیگه کار بکنیم. بعد من نشستم به مادر بزرگ و دایم فکر کردم. مادر بزرگ من یه همچین حالتی داشت که خیلی قوی بود، با مادر منم قرب بود. ما سالی یه بار میرفتیم خونهشون بچه بودم، اونم بابام تازه میبرد دم در میذاشت که ما بریم عید دیدنی، چون مادر من اصلا باشون حرف بزن. دایی منم هروئینی شده بود، تریاکی شده بود، نمیدونم جریان چی بود، افتاده بود اونجا خیلی خمار و این ناز زندگی میکرد. ما که منو برادرم که میرفتیم، برادرم 5 سال از من بزرگتر بود، اصلا من خندم میگیره. بعد برادرم به من میگه چرا میخندی اینا، برای که این بد جوری سر این داد میزد، مادر بزرگم سر داییم. داییم مرد هیکلدار گنده ارتشی و اولین چلو زن ایرانم بود، یعنی جزو اولیا بود یا اولین نفر، رحیم گلستان چلو میزد بیانوسه مال ارتش، ولی دیگه بدبخ شده بود، افتاده بود اونجا هروئینی و اینا. من همیشه به خودم میگفتم تو کانون که بودم، بزرگ شم یه فیلم راجع به مادر بزرگم و داییم درست کنم، چیزی که دیده بودم. بعد وقتی بهروز یه همچین حرفی به من زد، من پیش خودم گفتم چرا که نه، من میام. منم خیلی حالت سیاسی داشتم، گفتم میام یه داستان از خودم درست میکنم، ولی مادر بزرگ و داییمو میذارم توش، شخصیت های اونا رو میذارم، ولی داستانم خودم درست میکنم که بعد از انقلابه و همه چی عوض شده، حرف زدن های اینا با هم دیگه فرق میکنه. من نشستم این نوشتم که برای بهروز جان خوندم. بهروز بنا به دلایلی گفت نه، ولی من میرم دنبال یه پروژه دیگه، تو اینو کار کن. من نمایش نن سلیمه رو کار کردم. شما میدونم چرا، برای اینکه بهروز وثوقی خیلی بهش به اصطلاح پیشنهاد شد که در نقش معتاد بازی کنه. باریکلا یه چیزی هم که به خاطر اینکه در گوسو اون رول پیش شد، هیچ وقت نخواست که دنبال باریکلا اینم به من گفت، به من گفتش که تو میای، من گفتم، گفت نن سلیمه رو کی بازی میکنه، گفتم خودم بازی میکنم. گفت خب تو میخوای بیای خودت چالش کنی و یه پیرزن رو بازی کنی، وقت باز من برمیگردم سر همون گوزها، حقم داشت. من گفتم باشه، ولی بهروز رفت و نمایش پروانه در مشت رو برامون پیدا کرد که نمایش دو نفره بود، جنتی عطایی نوشته بود. به من گفت ایرج تو لندن یه همچین نمایش نوشته، من دوست دارم با هم دیگه کار بکنیم. به ایرج هم گفتم بخوام با تو کار کنم. اینه که من و بهروز بالاخره رفتیم با هم بازی کردیم. ولی قبل از اون من نمایش نن سلیمه رو داشتم که آوردم رو صحنه و نمایش بسیار بسیار موفقی شد. اولش با ماشامنش پسرمون بازی کرد، خیلی جالبه. اولش رفتم در خونه شعر آقداشلو رو زدم. پیش خودم فکر کردم چقدر جالب، چون با هم رفیق بودیم یه همه، هم من کار ایشون رو دوست داشتم، هم ایشون کار منو. من پیش خودم بودم چقدر خوبه که من بیام نقش پیرزنه رو بازی کنم، تا حالا بازی نکردم یه پیرزنه، حالا هر چی ندونستم که اینجوری میشه. گفتم من می‌خواستم خودمو چالش کنم. بعد از محاکمه سینما رکسینا دوست داشتم همه اون همین مدام گفتم باری کلا مثلا محاکمه سینما رکس می‌خواستم اون امیجو بکشم کنار، یه چیز دیگه بازی کنم، بازیگرم دیگه، میدونی آدم بازیگر دوست دارن خودشون چالش کنن. رفتم پیش شوره، گفتم شوره من یه نمایش دارم، دلم می‌خواد من مادرتو بازی کنم، تو پسرمو بازی کنی. گفتم تو پسرمو بازی کن، دایی منو بازی کن، منم مادرتو رو بازی کنم. گفت بخون. براش خوندم، شعر برگشت بودش که تو کسی آخه اینجوری با مادرش حرف نمیزنه، کسی آخه ما هیچ مادری با پسرش اینجوری حرف نمیزنه، برو دوباره نویسی بکن اینو. منم گفتم انقلاب شده، این داستان من از بعد از انقلاب، بعد از انقلاب همه چی اتفاق افتاده، یکیش درست صحبت نکردن خانواده با هم دیگه است، بی احترامیشون به هم دیگه است، اصلا آدما عوض شدن. اینه که من دوباره نویسی نکردم، رفتم هم دیگه رفتم اتفاقا رفتم به داریوش ایرانژاد گفتم. داریوش ایرانژاد اومد یک ماهی با من کار کرد، ولی بعد هوشنگ ازش خواسته بود که بیان دوباره بوی خوش عشقو بازی کنن که رفت. من رفتم سراغ ماشامنش. ماشامنش نقش پسر نن سلیمه رو بازی کرد که همون داییم باشه، و منم نن سلیمه رو بازی کردم. محی‌الدین چایچی نقش سید مصطفی رو بازی کرد، یه نقشی بود که من دوست داشتم بیارم برای بانمکی که خواستگار نرسلمی شو میشه باهاش ازدواج میکنه، بعد
ایشون هم رفتن، ماشا هم رفتن، بعدن اکبر معززی اومد نقش ماشا رو بازی کرد، نقش پسر نن سلمه رو، و آقای مسعود حسین زاده که اصلا تیپش عالی. به هر حال این نمایشنامه رفت تا رفت امروز و خیلی موفق شد. مدتی گذاشتیش کنار. آره آره، که آقای هولاکویی 4 سال پیش به من زنگ زدن گفتن نن سلمه رو بیار رو صحنه تو کودک تئاتر 10 دقیقه سر به سر هم دیگه بذاریم. منم بردم و دیدین شما. ولی بعد دیگه بازی نکردی؟ نه، بعدم نمیاد دوباره بازی کنم، ولی باید داستانش قوی تر از خود ننه سلیمه باشه. من دلم نمیخواد ننه سلیمه فقط قوی باشه. ننه سلیمه قویه، خب من میرم بازیش میکنم، ثابت شده که میتونم بازیش کنم، قویه، ولی برای من دیگه چالنجی نداره. داستانش، حرفا، مکالمه ها باید خیلی قوی تر از این حرفا باشه. تئاتر خارج از کشور رو چطور میبینی؟ تئاتر ایرانیو؟ تئاتر ایرانیو. اگر شما تئاترای آمریکایی رو بری ببینی یا تئاترایی که تو ایران ما میرفتیم میدیدیم، یا یکی از اونایی که شاپرک خانم خود من توش بازی کردم با اردوان مفید، کارگردانش دان لافون بود، هیچ کدوم از این تئاترا از لحاظ تئاتر به زبون واقعی تئاتر مثل اینا نیست. چرا؟ برای اینکه ما چاره‌ای نداریم ساده بنویسیم، چون میخواییم بریم نیویورک هم اجرا کنیم، نیویورک 2 ساعت قبل از برنامه با ما جارو میده، پس ما اون بند و بساط وزارت فرهنگ و کانون پرورش فکر کودکان و تئاتر شهر زیبا رو نداریم که 1 هفته دست ما باشه، 2 هفته دست ما باشه دکور بندی کنیم. ما این لاکژری رو نداریم. برای همین هر کس هر چیزی مینویسه باید ساده بنویسه و بزن و برو، که بتونیم شب بعدش هم یه جا دیگه مثل این روحوزیا که تو یه چمدون بذاریم بریم. و این باعث شده که هیچ کس نتونه یک تئاتر به معنای واقعی با افراد زیاد بشینه اصلا بنویسه. پرویز میتونست بنویسه، پرویز صیاد عمو جان بسیار بسیار نویسنده قویه، محاکم سینما رو روش. خب دیگه الان مشکلی همچه آدمایی دیگه دور خودش بتونه جمع بکنه، این همه آدم که بتونه دور آمریکا هم برن. تئاتر که ما میبینیم الان، حتی تئاتر خودم که روی صحنه میاد، تئاتری نیست که یک تماشاچی تجربه عالی ازش ببره به عنوان که من رفتم یه تئاتر دیدم. از این خبرا نیست. اگه شانس بیاریم یه چیزی با نمک نوشتیم مردم میخندن میان، وگرنه از این خبرا نیست. نظر درباره سینمای ایران چی هست؟ سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب؟ من سینمای بعد از انقلاب رو خیلی کم دیدم و روی نیتی هم کم دیدم. سینمای قبل از انقلاب رو قبل از انقلاب براتون بگم. ما باش بزرگ شدیم، خود شما باش بزرگ شدیم، ما کیف میکردیم با این سینما بزرگ میشدیم. حالا یا سینمای فارسی یا آبگوشتی میخوای ازش بذار یا سینمای متفاوت، ولی خیلی ورایتی توش بود و آزادی توش بود. ببین آزادی خیلی مهمه، ما فقط حرفشو میزنیم. وقتی میگیم آزادی میتونه افکار خیلی ها رو بهش تنوع بده. ما خیلی تنوع داشتیم و خیلی جالب بود، و هم آبگوشتیش جالب بود، سینمای فارسیش جالب بود، بعضیاشو خوب مثلا به کلاس ما مثلا در مقایسه با سینمای امروز. سینمای امروز من خیلی تک و توک دیدم و بقیهش هم اصلا علاقه ندارم ببینم، چون از دید من، یادتون میاد قبلا میگفتن که مثلا ناصر ملک مطیعی نباید بازی کنه، فردی نباید بازی کنه، منوچهر وثوق نباید، بهروز وثوق نباید بازی کنه، گوگوش نباید. چرا اینا رو میگفتن زمان بعد از انقلاب؟ که یاد مردم، یاد به قول خودشون طاغوت نیفتن. طاغوت؟ بله طاغوت. طاغوت. یاد طاغوت نیفتن، یاد زمان شاه نیفتن. خیلی جالبه. همین احساس من نسبت به سینمای ایران بعد از انقلاب دارم. یعنی تا به من میگی شهاب حسینی، منو یاد جمهوری اسلامی میندازه. برای من بلاک میشه. خوشتیپه به من مربوط نیست. بازیگر قویه، I don't care. نمیدونم فیلمای ایران خیلی عالی شدن، I don't care. چیزی که اینا به من نشون میدن منو یاد جمهوری اسلامی میندازن. و برای همین اینا آدمای پاچه‌خوارین برای من. با استعدادن، زیبان، خوشتیپن، هنرمندن، فاین، ولی پاچه خاره. یعنی برای ساختن اینا باید جلوی چند نفر دلا راست بشن که ما دوستشون نداریم. خودشون هم دوست ندارن ها، نادر، ولی دلا راست میشن. خب
خب برای همین کم میبینم. در پایان 30 ثانیه وقت داریم. علی پورتاش چی شد؟ عاشق شد و ازدواج کرد. من سالها بود که آره من سالها بود که با خانم سابقم مثل خواهر برادر شده بودیم، بدون هیچ دعوا و مرافعی سالها مثل خواهر برادر شدیم. چند سال پیش، بود 10 سال پیش شاید هم بیشتر، خانمم خودش از دادگاه جدایی گرفته که من راحت باشم، ولی باز من راحت نبودم که برم مثلا دیت برم و ازدواج کنم اینا، چون من بس بهش کمک میکردم. تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که اونم عاشق شد، اونم رو عاشق یه مردی شد، مرد خیلی خوبه کریستین، و منم عاشق شدم. منم واقعا عاشق شدم، یعنی من سحر رو واقعا میپرستم، یعنی واقعا میپرستمش، خیلی دوستش دارم، خیلی ماهه، بسیار دوست داشتنی، خیلی ماهه. همه میگن خیلی زیباست، همه زیباییشو میبینن، من سیرتش هم دیدم، مهمتره. خیلی مهمتره و سحر هم از لحاظ سیرت سیرت هم از لحاظ فیزیکی واقعا زن زیبایی، و منم عاشق منم هست. خوشبختانه ما عاشق هم دیگه هستیم و از یک خانواده بسیار بسیار خوبی میاد و نمیشه عاشقش نشود. سحر یه زنی نیست که نمیشه عاشقش نشود. خب بسیار عالی، بسیار عالی. آرزوی بهترین ها برات دارم. مرسی. علی پورتاژ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون هست، کارگردانی کرده، نویسندگی کرده و امروز کارنامه درخشانی در غربت برای خودی ساخته که باعث افتخاره. مرسی. جامعه هنر دوستان هست. مرسی عزیزم. خیلی ممنونم. مرسی از اینکه دوست من هستی. مرسی از اینکه همیشه با من منو حمایت کردی. مرسی. یار همکلاسی عزیز. مدارش. سلام باشی. با امید روزهای بهتر و آینده روشن. کنار تو بودن یه مقدار آدمو تغییر میده. من البته مجبورم که فقط یادت باشه امشب خانوما اینجا سودا کردن، شوهرشون نمیخواستن بیان. همین قراره میکنید که اینم باورشون. حالا این سی جالب بگم، تو برنامه ایشون همیشه سنگ میزنم که بچه همون میشهش تو جاش. تعارف که نداریم. منم یه جا شنیدم یه روانشناس دیگه میگم که مردایی که به شوهرشون خیانت میکنن بچه همون در شب تو جاشون میشهشیدن. سید مستقام از قرار خیش رود خونه بچه بود. هیچی دیدم مگشتم با اولاکوی بهش گفتم کاش آقا اولاکوی اون زمان شما برنامه داشت، از طریق برنامهش که ننه بابا تو کمک کس شاش برمی شدی به سپ و زبان داشت. گفت ننه بابای من از آقا اولاکوی روانشناسیشون قوی تره. خونه راست برداشتن بچه رو برداشتن.